جناب آقای دکتر آشان پسران دکترای خودشون از دانشگاه کمبریج دریافت کردند تا سالهای اخیر در اونجا به تدریس اشتغال داشتند. آقای دکتر پسران بنیانگذار ژورنال اقتصادسنجی کاربردی بودند و طراح نرم افزار اقتصادسنجی مایکروسافت که از جمله خدمات بسیار پایه‌ای ایشان به این رشته است و مطالعات اقتصادی ایشان در ایجاد مدل‌های اقتصادسنجی برای پیش‌بینی‌های مالی در سطح جهانی حائز اهمیت خاصی است. دانش ایشان، تسلط ایشان در کاربرد مدل‌های اقتصادی به اون چیزی که ایشان می‌گویند و می‌نویسند اهمیت ویژه‌ای در بین اقتصاددانان در سطح جهانی می‌دهد. دکتر پسران در حال حاضر در دانشگاه USC جان الیوت دیستینگویشد چیر در اقتصاد را دارند و مدیر مطالعات کاربردی اقتصاد مالی USC می‌باشند. جناب آقای دکتر پسران. خیلی تشکر می‌کنم از مقدمه جناب عالی و همچنین می‌خواستم تشکر کنم از برگزار کنندگان این کنفرانس که بنده رو دعوت کردند که چند کلمه خدمتتون راجع به نقش نفت در اقتصاد ایران و مسائل وابسته به اقتصاد ایران در این زمینه صحبت کنم. غرضم این نیست که در این مدت کوتاه نیم ساعته تمام مسائل رو در میون بذارم. بنابراین فکر کردم با توجه که ما در این زمینه نوشته های بسیاری هست و اگر کسی علاقه داشته میتونه به یا به نوشته هایی که بنده خودم نوشتم و کسان دیگه مراجعه کنن و خیلی خوشحال میشم که اونا رو در جریان بذارم. ولی برای امروز من خواستم فقط توجه شما رو جلب کنم به یک چیزهای مبانی در اقتصاد ایران. چرا مسئله مبانی مهمه؟ برای که خیلی ها فکر میکنن که مسائل ایران خود به خود حل میشه اگر فرض بفرمایید فلان رژیم یا فلان سیاست اجرا بشه. دست که اگر ما بخوایم مبانی رو در نظر بگیریم خیلی بایستی مسائل عمقی تری رو بشه نگاه کنیم. بذارید من عرضم رو از اینجا شروع کنم که نفت در ایران خب همه ما میدونیم که نقش اساسی داره، ولی چیزی که با توجه کرد که نقش نفت در واقع همیشه اساسی نبوده. نفت در واقع به مقدار قابل ملاحظه در به صورت تجاری در 1908 در گچساران کشف و بعد استخراج شد که این موجب شد که دولت انگلیس به خصوص وینستون چرچیل که موقع رئیس نیروی دریایی انگلیس بود متوجه بشه که بهتره که نیروی دریایی رو از زغال سنگ به نفت تبدیل بکنن. چرا؟ برای که از نظر اینکه بتونه مؤثر باشه نیروی دریایی، خب وزن کمتری نفت داره و قابل این میکنه که نیروی دریایی انگلیس بتونه به طور بهتری عمل کنه. موقعی که این در سیاست انگلیس تغییر کرد، در همون آن متوجه شدن که نفت و نفت ایران در خلیج فارس میتونه خیلی مهم باشه برای انگلستان. به همین دلیل بود که انگلیس ها در واقع 2 میلیون پوند در اون موقع سرمایه ریختن در شرکتی که در ایران فعالیت داشت و در واقع شرکت نفتی که در ایران فعالیت داشت که خصوصی بود تبدیل شد به یک شرکت دولتی و در واقع دولت انگلستان شرکت رو کنترل میکرد. البته سیاست چون این نبود که هر روز دخالت بکنن به طور روزمره در مسائل شرکت، ولی خب کنترل میکردن سیاست رو. و این خیلی مهم است که اینو با توجه بکنیم که در واقع یک جنبه سیاسی رو وارد یک جنبه تجاری کرد. نتیجتاً با اینکه ایران نفت داشت به اسمن، ولی عایداتی که حاصل شد از نفت چیز ناچیزی بود. برای مثال با اینکه نفت در عرض 20 سال در ایران تولیدش 24 برابر شد، درآمدی که ایران از نفت داشت در اون زمان حتی معادل مالیاتی که شرکت انگلیسی به دولت انگلیس میداد نمیشد. حالا چرا این عرض میکنم؟ برای که در واقع با در نظر گرفت که اگر بعد نگاه بکنیم به ارقام، من نمیخوام الان سرتون رو با ارقام در بیارم، ولی اگر اینا رو جمع‌بندی بکنیم ببینیم با اینکه رضا شاه خواست مناسبات خودش رو با شرکت نفت انگلیس در اون زمان تغییر بده و تو حدی کمی موفق شد،
ولی واقعا به طور اگر ارقام نگاه بکنید اهمیتی برای اقتصاد ایران نفت نداشت. البته در دوران مصدق در 1905 که نفت در واقع از ایران فروش نمیتونست داشته باشه و مربوط میشه به شرایط فعلی تا حدی، میدیدیم که اقتصاد ایران تغییر عمده ای نکرد، تحت فشار بود. یاد باشه در 1950 صادرات نفت ایران صفر شد، در واقع حدوداً 20,000 بشکه بیشتر صادر نکردن در از یه سال، حدود صفر. و این 3 سال ایران صادراتی نداشت و بعد که کودتا صورت گرفت و کنسرتیوم اومد رو کار، تولید نفت شروع کرد بالا رفتن، ولی بازم افزایش عمده‌ای نداشت. با اینکه 2 برابر شد در 1960، ایران تولیدش 1.2 میلیون بشکه در روز بود در مقابل مثلا 5.6 میلیون بشکه در روز قبل از که مصدق رو از کار برکنار کنن. و در واقع قیمت نفت خیلی پایین بود اون موقع‌ها و در دوران 60 هم قیمت نفت تغییر عمده‌ای نکرد. یعنی قیمت واقعی نفت برای هر بشکه حدود 1 دلار بود و درآمد ایران از اون هم کمتر بود. خب می‌بینیم که نفت واقعاً با اینکه در اقتصاد ایران مهم بوده، اهمیتش واقعاً 1970 71 72 شروع شد، از موقعی که قیمت نفت 4 برابر شد. حالا این افزایش قیمت نفت در 1973-74 نقش عمده‌ای بر اقتصاد ایران داشت. حالا باید در اون زمان چه کار می‌کردیم از نظر بنیادی؟ موقعی که شما درآمد اقتصادتون یه دفعه 4 برابر میشه و اقتصاد نمیتونه این درآمد رو جلب بکنه به مرور واقعی، سیاست اصلی اینه که یا تولید نفتتون رو کم بکنید، یعنی صادرات کمتری داشته باشید، یا اگر مجبورید از نظر سوق‌الجیشی و سیاسی صادراتتون رو کاهش ندید، بایستی یه مقدار از درآمدها رو در خارج سرمایه‌گذاری بکنید، در یه صندوق بگذارید مثل اونه که برای بازنشستگی، که بتونن این درآمدها رو بعداً استفاده کنید. حالا چرا این مهمه؟ برای که اگر بخواد تمام این پول رو به اقتصاد کشور بریزید، مسائل عدیده پیدا میکنه، تورم ایجاد خواهد کرد، ایجاد باتلنک‌های ایجاد خواهد کرد، همچون که شد و غیره و غیره، و مشکلات عدیده ای رو در تمام سطوح کشور ایجاد میکنه. حالا در اون زمان شاه این کارو نکرد. سعی کردن با اینکه خیلی از اقتصادونا اون موقع توضیح دادن که نبایست تمامی درآمدها به طور سریع در کشور خرج بشه، اصرار کردن که این خرج بشه. حالا چرا این مهمه؟ برای که این درآمدی که بالا رفته که دائمی نیست. ممکنه قیمت نفت دوباره بیفته. و اگه قیمت نفت افتاد، شما تمام سطح اقتصادتون رو بالا بردید، در مثلا با نفت فرض بفرمایید 20 دلاری و قیمت نفت بشه 10 دلار، چه کار می‌کنه؟ اون موقع هست با تمام پروژه ها رو به عقب بندازید، مسائل عمده خواهد داشت یا باید از خارج استقراض حاصل بکنید، مشکلات عدیده پیدا میشه. من دلیلی گفتم بنیادی، فکر نکنید این مسائل جدیده، مسائل ما همیشه داشتیم، ولی کسی نیومد از نظر سیاسی این مسئله تلاطم درآمد نفت ایران رو به صور واقعی بتونه بهش به طور واقعی مواجه بشه. حالا چه کار باید بکنیم؟ می‌بینیم که این حالا برمیگردیم به اینکه موقعی که قیمت نفت فرض کنیم میفته، فرض بفرمایید یا درآمد یا تولید ایران از صادرات کاهش پیدا می‌کنه. مثلا جنگ بعد از انقلاب، یکی از هدف‌های انقلابیون سیاسی کشور این بود که تولید نفت رو از 6 میلیون بشکه که خیلی در سطح بالا بود به 4 میلیون بشکه تبدیل. و این یکی از سیاست اساسی بعد از انقلاب بود که تولید نفت کاهش پیدا کنه. البته خب جنگ شد، مسئله دیگه انقلاب شد که ایران نتونست اصلا صادراتش بالا ببره به دلایل مختلف، به دلایل مسئله که همه در جریان هستیم. ها و در اون زمان میبینیم که اقتصاد باید خودش رو یه دفعه از یه اقتصادی که 6 میلیون بشکه صادر میکرده به یه اقتصادی که بتونه با 2 میلیون بشکه تا حتی 1 میلیون بشکه صادرات خودش رو ترتیب بده. شما انظر خودتون، زندگی خودتون نگاه بکنید. فرض بکنید یه دفعه بلیط بخت آزمایی باشه ببرید، بخواد تمام زندگی رو در اون بالا ببرید، ولی فردا ممکنه مثلا یک مسئله ایجاد بشه، همه رو خرج بکنید در اون زندگیتون به وسط بالا بیارید، نمیتونید خودتون رو دو مرتبه تبدیل بکنید به حالتی که مثلا با روال عادی بتونید زندگیتون اجرا کنید. اینا مسئله اقتصاد ایران در واقع فقط این نیست که ما درآمد نفت داشتیم. اینو خواستم براتون توضیح بدم. خیلی‌ها فکر می‌کنن، من بهشون صحبت می‌کنم، خیلی جوان‌ها فکر می‌کنن ما وضعمون خیلی بهتر بود اگه نفت نمی‌داشتیم.
یعنی واقعا نفت یه چیز بدی هست درآمدش. خیلی همچین رو فکر میکنن. من فکر میکنم این اشتباه هست. باید فکر بکنیم اشتباهی که ما میکنیم این است که این وجود درآمد نفت نیست که مسئله است. طرز استفاده از درآمد نفت هست که مسئله است. حالا یکی از طرز استفادهش اینه که ما بدونیم که درآمد نفت ایران نوسانات داره. حالا این نوسانات یا از طریق قیمت هست یا از طریق صادرات. بیشتر اوقات کشورهای مثلا نروژ، مکزیک بیشتر نوساناتی که در درآمد نفتشون حاصلشون میشه از طریق قیمته. برای که میتونن صادراتشون رو در یه سطح معقولی نگه دارن. ایران به واسه مسائل سیاسی که داشته و داره نمیتونه صادراتش کنترل بکنه. برای مثال صادرات ایران دو سال پیش بود 2 میلیون بشکه در روز، الان شده 1 میلیون بشکه در روز به واسه مسائل تحریم. پس میبینیم نصف شده. پس میبینیم که درآمد ایران از نفت تابع نوسانات خیلی بیشتر از نوسانات قیمت نفته. قیمت نفت هم نوسانات خیلی عمده داره. اگر فکر میکنید شما در بازار بورس هستید در آمریکا و SP 500 رو در نظر بگیرید، تلاطمات SP 500 به مراتب کمتر هست از نوسانات قیمت نفت. برای مثال به طور متوسط در سال، یه معذرت میخوام، در یه دوران 3 ماهه 14% SP 500 قیمت ارز یعنی بورس از اینا تغییر میکنه، ولی نفت 20% تغییر میکنه. برای مثال باتون میگم. پس حالا ما چه کار بکنیم؟ بایستی این نوساناتی که در وجود نفت هست و اثر میکنه اقتصاد، ما این نوسانات رو کم بکنیم اثرش ایران. چجوری؟ یعنی در زمانی قیمت نفت بالا میره نبایستی با اینا رو تر اقتصاد برسه. یه مقدارش بایستی صرفه‌جویی بکنیم، در سرمایه‌گذاری بکنیم، در خارج در جای دیگه سرمایه‌گذاری کنیم و توجه بکنیم که این موقع که درآمد نفتمون کم شد بتونیم از اونا برگردیم و استفاده کنیم. این یک قدرت سیاسی لازم داره که اینو انجام بدیم. دوران آقای خاتمی، دوران دوم آقای ریاست جمهوری آقای خاتمی، یه صندوق تثبیت قیمت ذخایر ارزی در ایران ایجاد شد. تا حدی هم موفق بود. ولی آقای احمدی‌نژاد اولین کاری که کرد موقعی که رئیس جمهور شد، به واسطه که یک رئیس جمهور پاپولیسته، همونجوری که میدونید، برای که بخواست تقاضای خیلی از بخش‌های مردم رو به آسونی بخواد حل بکنه، در واقع یک مقدار زیادی از اون درآمدهای صندوق رو برداشت کردن و به تدریج اون صندوق منحل شد و تبدیلش کردن به صندوق توسعه ملی که رئیس اصلیش سیاستمداران هستن. در واقع رئیس اصلیش رئیس جمهور هست و تمام هیئت و آمناش هم کسانی هستن که اطراف مستقیم رئیس جمهور هستن و کسانی که به در دستگاه هستن. خب این در واقع مسئله رو حل نمی‌کنه، برای که هر آنی که مسئله پیدا بشه در اقتصاد که مربوط به قیمت نفت نیست از صندوق استفاده می‌کنن. یادتون باشه هدف صندوق این نیست که هر موقع شما مسئله دارید استفاده کنید. هدف صندوق اینه که هر موقع قیمت نفت و درآمد نفتیتون کاهش پیدا می‌کنه از یه میزانی از صندوق استفاده کنید. پس نمیتونید برید از صندوق استفاده کنید بگید آقا من مسئله دارم. نمیتونید که این کارو بکنید. پس اگه ما نتونیم این مسئله رو حل بکنیم، من دارم خواستم عرض بکنم چه خیلی کسانی هستن متفکر هستن در سطح دانشگاه کار میکنن، در جای دیگه، من فکر میکنم خیلی مهمه که هر کسی بخواد ایران اداره بکنه این مسئله رو حل بکنه. یه راه دیگه اینه یه کاری بکنیم که اینقدر تحریمون بکنن که نفتی دیگه نداشته باشه. راه دیگه شه. خب حالا به اون میپردازم. خب این مسئله اول. مسئله دوم در ایران که بازم یه مقدارش ناشی از نفت هست که رب میکنم، یه مقدارش ناشی از نفت نیست، مربوط به مسئله دیگه هست، مربوط به سیاست یارانه هست و سیاست دخالت دولت در اقتصاد. یه زمانی بود که اقتصادهای سوسیالیستی و اقتصادهایی که به صورت مرکزی اداره می شدن یه الگوی بودن برای نظامهای کشور مختلف. هند این الگو رو دنبال کرد، البته روسیه، چین، کوبا، خیلی ها بودن این الگو رو دنبال کرد. یواش یواش یکی به دلیل واقعیت‌هایی که دیدیم در دنیا و دوم به دلیل منطق اقتصادی که این نظام‌هایی که به طور مرکزی اقتصادش اداره می‌کنن اینا پایبرجا نخواهند بود. نمیگیم که نظام‌هایی که به طور از بازار استفاده می‌کنن اینا نظام‌های خیلی خوبی هستن. بین دو چیز بعد آدم باید بیشتر اوقات انتخاب بکنه. متأسفانه. این متوجه شدیم که خیلی خیلی‌ها متوجه شدن تمام تقریباً که در واقع بایستی باز بذاریم بازار
فعالیت خودش داشته باشه. اگه دولت نقش داره، دولت نقشش محدود باشه که اون در زمانی بحرانای عمده ایجاد میشه یا شرایط اقتصادی رو طوری فراهم بکنه که کسانی که فرض بفرم سرمایه‌گذاری میکنن یا کارهای تجاری میکنن و غیره بتونن به طور منطقی با هم مبادله بکنن و اقتصاد رو شکوفا کنن. البته این نیست، همچه که عرض کردم نظام های اقتصاد بازار هم مسائل خودش داره، ولی الان نمیخوام بهش بپردازم و اگه خواستی میتونیم بهش برگردیم. ولی به هر حال نقش دولت نبایستی خیلی زیاد باشه در اینجا. اینم بحث شده در آمریکا، ولی من اونجوری بهش نگاه نمیکنم. آمریکا بیشتر کسایی هستن که اونایی که میگن دخالت دولت داشته باشه، اصلا هیچ دخالتی رو نمیخوان داشته باشه. من منظورم این نیست که دولت ایران در اقتصاد مثل ایران هیچ دخالتی نداشته باشه، به خصوص اگه نفت داره، هم چیزی عملی نیست. ولی اگه دخالت نابجا بکنه، در واقع اون هدفهای اقتصادی اشخاص رو به هم میزنه. چرا به مردم، اونایی که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن، اطمینان نمیده که آیا این سرمایه‌گذاری که خواهند کرد موفق خواهد بود یا نه، برای که هر آن مقررات عوض بکنن، هر آن گروهای که پیرو خود دولت هستن اینا رو بیشتر بخواد بپوشونه، از نظر بانکی، از نظر دادن اجازه تأسیس کارخانجات غیره. این نوع دخالت ها موجب میشه که اون مشبق هایی که لازمه برای افراد عادی که در اقتصاد باید گسترش بکنن، این گسترشون کاهش بده کنه. متاسفانه نفت داشتن به دولت ایران اجازه داده که بیشتر دخالت بکنه. چرا؟ اون کشوری که نفت نداره باید از مردم مالیات بگیره. اگه بخوان از مردم مالیات بگیرن، باید اینها رو به هر حال راضی بکنه، بحث بکنه بهشون. ولی ایران که بیشتر از درآمدهای دولت تا حالا عمدتاً از نفت بوده، عایدات دولت رو دارم عرض میکنم، این هم یه مسئله دیگه ایجاد کرده که خود ایجاد دخالت دولت رو در واقع در اقتصاد در یه سطح بالاتری قرار میده که لزوم داره. پس باید یه سیاست هم اجرا بشه که این دخالت دولت در اقتصاد بتونه کمتر باشه. حالا پس فرق نمیکنه که آیا این رژیم اسلامی در اونجا قرار داره، اینا رو که من دارم میگم، یا رژیم غیر اسلامی. باید اینها رو ما در نظر بگیریم که زایده نظام ساختار اقتصاد ایران است. مسئله سوم یارانه است که عرض کردم. بازم چون درآمد نفت دارید، از نظر سیاسی میخواید محبوب باشید و خودتون رو بپوشونید، خب بیشتر یارانه میدید. بلکه بخواد یارانه بدید و درآمد از مالیات بگیرید، باید ازشون کسب بکنید، مردم ناراحت میشن. یه دی میگن آقا چرا ما مالیات بدیم و یارانه دیگرون بگیرن. ولی اگه یارانه از طریق نفت باشه، بازم از نظر سیاسی آسان‌تر این امر اجرا کرد. بنابراین مسئله یارانه مسئله مهمی در ایران شده. تا حدی همین اخیراً حتی آقای احمدی‌جان متوجه شد که اگر به مسئله یارانه نپردازه، اصلا قابل عملی نیست در ایران. شاید حدود 100 میلیارد دلار تا همین چند سال اخیر هر سال به یارانه داده میشه. حالا درآمد ایران از نفت چقدر؟ 100 میلیارد دلار. 2 میلیون بشکه در روز داریم، 80 دلار اگر هم ایران بتونه 80 دلار هم بگیره، ضرب بکنید در 365، آنها میبینید که عدد چی میشه. پس یه عددی درآمد ایران بین اگه بخواد باشه 100 میلیون دلار بوده، حالا که به واسطه تحریم تکاش بده شده مثلا 40-50 میلیارد دلار. انتظار میره بیشتر از 50 میلیارد دلار نباشه. حالا برمیگردیم که علاوه بر این مسائل، اقتصاد ایران تابع تحریم هم بوده. حالا خیلی ها فکر میکنن تمام مسائلی که ما در ایران داریم میبینیم ناشی از تحریمه. من فکر کنم بیشتر مسائلی که ما در ایران داریم ناشی از سیاست غلطی بوده که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در ایران اجرا شد. عرض کردم سیاست قبل از انقلاب در نظر نگیرید چون با همه وضعشون خوب بود اینا پس درست بوده، برای که سیاست درست قبل از انقلاب بود که نیان درآمدهای 4 برابر نفت رو در اقتصاد ایران بریزن که مسائل عمده ایجاد کرد برای همه. آقای فرمان فرمایان که ایشون رئیس سازمان برنامه بود، در گاجر رفت گفت که آقا این کارو نکنید، اینا همه مدارکش هست، ایشون از کار برکنار کرد. پس فقط حالا نیست که اشتباهی شده، اینو باید در نظر گرفت. باید از نظر ساختاری مسئله رو بفهمیم و از نظر اجتماعی بتونیم یک مؤسسات ایجاد بکنیم، یک نظام سیاسی بتونیم ایجاد بکنیم که این با این مسائل مقابله بکنیم. حالا برگردیم به یا تحریم. حالا من که نمیشه ایران رو اختصاصش صحبت کرد در شرایط بدون اینکه مسئله تحریم رو بحث کنیم. الان ایران تحریم شده به طور از جاهای مختلف حدود 30 سال، از زمانی که هاستج ها در ایران، گروگان ها در ایران بودن،
تا حالا ما تحریم های مختلف داشتیم. اثر تحریم چی بوده؟ اوایل اثر تحریم در زمان جنگ هیچ اثر مثبت بوده. حالا چرا؟ ایران به واسطه چون تحریم داشت و تنهایی عمل میکرد، نرفت از دنیا، نتونست از دنیای خارج قرض بکنه. نداشتن اینه که بتونه از دنیای خارج استقراض داشته باشه، امکان داد به ایران که بعد از جنگ، که جنگ تموم شد، بتونه اقتصادش رو به چرخش بندازه. دوره آقای رفسنجانی این کاری کردن بدونی که از کسی وامی بگیره. درسته که آقای صدام حسین که وام میگرفت از عربستان سعودی و از کشور دیگه در منطقه، 150 میلیارد دلار اقلا فقط به خلیج فارس بدهکار. حالا این تحریم چه کار کرد؟ در واقع به تدریج ایران اجازه داد که اون اثر اهرمی که اقتصاد بزرگ رو ایران داره کم بشه. حالا بزن اثر اهرمی یعنی چه؟ فرض بفرمایید که شما در منزل بچه‌ای دارید که هیچ بهش پول نمیده. این طرف کاملا مستقل از شما داره کار میکنه. حالا بیاد هر روز بهش بگید که آقا این چیزی که تو رشته که من میخوام بره بخون، یا این راهی که من میگم با این خانم نرو بیرون، یا این کارو بکن، خب دلتون توجه نمیکنه. خب اگر خب شما تحریم رو تشدید بکنید در قابل به ایران، به تدریج اثر اهرمیتون کاهش پیدا میکنه. حالا آمریکا این متوجه شد که اثر اهرمی آمریکا در ایران کاهش پیدا کرد. ایران اومد تجارت خارجیش رو تغییر داد که 20% تجارت ایران با آمریکا بود قبل از انقلاب. در بعد از تحریم شد حدود 0%. حالا بعضی موقع 1%، 2%. یه مقداری تجارت ایران با آمریکا از طریق دبی و ترکیه و اینا صورت میگیره، ولی واقعا این چیز عمده‌ای نبود. خب ایران تجارتش رو تغییر داد. اول به طرف اروپا برد. ترکیه. بعد یواش یواش متوجه شدن که بهتره تجارت رو به چین و هندوستان و غیره تغییر بدن. بعد موقعی که عراق در واقع از یوغ صدام بیرون اومد، عراق شد دومین وارد کننده کالاهای ایران. خب آمریکا خیلی کمک کرد. آمریکا که در دوره صدام که ایران اصلا با عراق نمیتونست معامله بکنه، الان دومین وارد کننده کالاهای ایران در دنیا عراق است. حالا پس میبینیم که اثر تحریم در کوتاه مدت اثر منفی است. ولی اگر دولت بتونه اون تحریم رو بقبولونه و تغییر بده، ممکنه اثر مثبت داشته باشه. حالا تحریم جدید، آمریکا متوجه شد که سیاست اولیش بود که بیاد نظر ایران نفت تولید بکنه. اگر نگاه بکنیم تمام سیاست تحریم بر اساس این بود که نفت ایران تولید نکنه. اومدن گفتن اگر بریتیش پترولیوم، من با رئیسش صحبت کردم، میخواد بره ایران صحبت بکنه، ما نمیذاریم در آلاسکا و در اروپا فعالیت داشته باشه. خب بریتیش پترولیوم ایران نمیره. چه کشوری میره ایران؟ چین. کمپانی نفتی چین، روسیه الان داره میره. کمپانی دیگه شروع میکنن کار کردن. چون نفت ایران نفت ارزانی هست به واسطه سوق الجیشیش، بنابراین خیلی و قیمت نفت داره بالا میره. ایران حتی میتونه 10 دلار هم هر بشکه تخفیف بده و بتونه نفتشو بفروشه یا بتونه تولید بکنه. بنابراین امکانه که ایران بتونه نفت خودشو تولید بکنه از طریق کشورهای دیگه هنوز زیاد است. خب آمریکا پس متوجه شد که فایده نداره فقط ایران رو تحت تحریم بذارن که نفت تولید نکنه. بایستی از فروش نفت ایران هم جلوگیری کنه. سیاست اخیر آمریکا است. و آقای اوباما که اومد، خیلی ها این رو آنالیز کردن، متوجه شدن که پس بایست اروپا رو به اون طرف ببرن که کسانی که از ایران نفت بخرن نتونن از ایران نفت بخرن. الان میبینیم که نفت ایران نفتش رو نمیتونه بفروشه، اول به کشور اروپایی قلقن هست در شرایط فارید، اونا وارد تحریم هستن، حتی به کشورهای هند و چین و کشورهای دیگه که ایران نفت میفروشه به ترکیه، یا نفت رو نمیتونه بفروشه به اونا به صورت عادی، یه بایستی پایا پای عمل بکنه یا پول به اصطلاح اون کشورها رو بگیره، مثلا در روپی رو از هندوستان قبول بکنه یا که لیره ترکی رو از ترکیه قبول بکنه. و این قابل، البته این مسئله نیست، برای که این پولها تبدیل به پولهای دیگه هستن در دنیا، ولی در واقع ایران رو مسئلهش رو اون ریسک تلاطم‌های ارزی رو هم بایستی باش مقابله بکنه. یه مسئله جدیدی ایجاد میکنه برای ایران که هزینه داره، هر کاری هزینه داره. هزینه فروش رو برای ایران چیکار کردن؟ بالا بردن و امکان فروش نفت ایران هم کم شد. خب حالا چطور میشه؟ اول اتفاقی که افتاد نه فقط برای تحریم، خب ارز ایران کاهش پیدا کرد. یعنی ارزی که بود
برای 6 سال 6 همه میدونید 1000 تومان هر دلار بود، شد اول 2000 تومان 3000 تومان، الان بازار آزاد 3700 تومان 3650. خب حالا اثر این چی؟ اثر اینی که صادرات غیر نفت ایران خیلی مقبول منطقه خواهد. یادتون باشه که به واسطه از هم پاشیدن کشور روسیه شوروی، تمام کشورهای آسیای میانه، کشورهای منطقه، افغانستان، ترکیه، عراق، تمام منطقه به محصولات ایران دسترسی پیدا خواهند کرد. اگر محصولات ایران ارزون باشه برای به دلار، یادتون باشه موقع که ریال یه دفعه میشه 3500 تومان، اون کارگر یا اون تولید کننده کالاهای کشاورزی و کالاهای صنعتی میتونه این کالاش رو بر منطقه به واسطه خیلی ساده بفروشه که خیلی کمتر از قیمتایی باشه به ارزای مثلا فرض بکنید به لیره ترکیه غیره در کشوری که میتونه صادر کنه. یعنی صادرات غیر نفتی ایران بالا میره. الان صادرات غیر نفتی ایران اعلام کردن که به 50 البته شاید اقرار دارن میکنن عراقایی که دیدم به 40 میلیارد دلار رسیده. دوره شاه ما موقعی که در خود من در بانک مرکزی بودم افتخار میکردیم میگیم صادرات غیر نفتی ایران 2 میلیارد دلار شده. الان 40 میلیارد دلاره. درآمد ایران از نفت شده معادل صادرات غیر نفت. پس داریم در واقع این سیاستی که دنیای غرب داره به ایران میگیره یواش یواش مسئله نفت ایران براشون حل میکنن. همونجوری که عرض کردم به تدریج صادرات غیر نفتی ایران بالا میره و مهم نسبت تو اقتصاد فقط کل نیست. شما موقعی که نفتتون بود 100 میلیارد دلار یا 120 میلیارد دلار در سال و صادرات غیر نفتتون 20 میلیارد دلار، عرض از نفت خیلی مهمتر بود دیگه. ولی الان که شده 40 میلیارد غیر نفتی 50 میلیارد نفت در شرفانی، اینا دارن با هم تعادل برقرار میکنن. البته این اثرهای تحریم اثرهای منفی عجیبی هم تو اقتصاد در ارکان مختلف میذاره. چه کسایی بیشتر تفشا قرار میگیرن؟ اونایی که بازنشستگی دارن میگیرن از دولت و اونهایی که طبقه‌های متوسط هستن. چرا؟ اونایی که خیلی پولدار هستن اونا تاجر هستن، در گروه تجار هستن، در گروه تولید کننده هستن، اینها به واسطه عرض کردن استفاده میبرن این مقدار زیاد. اونا مسئله نخواهند داشت. صحبت های بکنیم اونا که تهران رفتن میرن هنوز خیلی ها رستوران ها میگن جا نیست، تمام جهات دارن اونا که در سطح بالا هست همه دارن استفاده میکنن. برای من هیچ عجیب نیست. حالا اونایی که مثلا به دارو احتیاج دارن، اونایی که میخوان برن بچه‌شون مدرسه دانشگاه برسن دانشگاه خارج، اینا هستن که بیشتر لطمه میخورن، اینا هستن که مسئله پیدا میکنن. اونایی که باششکل ایران میگرفتن و میخوان در خارج زندگی کنن، اینا هستن مسئله میخورن. اینا ولی اینا کسایی نیستن که دولت ایران بهشون زیاد اهمیت بده. حالا پس برای که اثر چه کسانی به رژیم الان حمایت میکنن، اونایی هستن که در طبقه های کارگر، کارمند و کارگر هستن و اینها هستن که مسئله خواهند داشت. حالا رژیم چیکار کرده؟ اومده گفته که من یه بازارهای ارزی جدا درست میکنم که اگر کسانی بخوان واردات کالا بکنن برای کارهای اساسی، برای آذوقه و قیمتهای کالایی که مردم عادی استفاده میکنن، ما ارز 1200 تومانی به ایران بفروشیم. یعنی چیکار کرده؟ دوم بهش میگم ارزهای چندگانه. دولت ایران مدت ها زحمت کشید که ارزهای چندگانه رو تبدیل بکنه یه ارزی. الان ما به طرف چندگانه رفتیم. ارزهای چندگانه یه نوع جنگه. یعنی من میام چیکار میکنم؟ تعیین میکنم چه گروهای طرفدارم، من ارز بهتری به اونا میدم. یعنی یه ارز 1200 تومانی درست میکنم، 1200 تومانی درست میکنم، یه ارز 3500 تومانی به بقیه میدم. اگر نظر علمی نگاه بکنیم، بعد ارز ایران با توجه به قوانین اقتصادی یه چیزی باشه حدود حد اکثر 1800 تومان. حالا چرا؟ یادتون هست خیلی ها که قبل از انقلاب ریال به دلار بود 7 تومان. حالا یه مقداری تصمیم ممکنه گرفته بودن بگیرید 10 تومان برای که سرانگشتی بودیم حساب. در عرض 33 سال گذشته تورم در آمریکا 3 برابر شد. 3.2 من دارم سرانگشتی برات حساب. این عددهایی که وجود ایران حدود تورمش یه چیزی حدود مثلا بوده سال یعنی 15-18 درصد. حالا بگیم یه مقداری دولت اینا رو درست نشون نمیده، میدونم خیلی از شما فکر میکنید تمام اینا غلطه. حالا بگیم 20 درصد سالی. اگر 20 درصد بگیریم یعنی باید تورم ایران 410 برابر بشه.
نسبت. حالا اگه بیام اینا رو حساب بکنیم به یه قانون اقتصادی هست به نام چیزهای پایا پای، یعنی ارزهای پایا پای در نظر بگیریم و حساب سرانگشتی بکنید، باید مثلا از ایران باشه 2350 تومن فوقش. من فکر میکنم 1800 تومن باشه، یعنی من دارم بالا دستم میگیرم 2350 تومن. پس ارز 3500 تومنی در واقع دارن مالیات میبندن به اونا که دارن استفاده میکنن در شتاله. نتیجه‌گیری میخوام بکنم چون وقتم زیغه، اینه که ما بایستی یه چیزی رو دو چیز در نظر بگیریم در ایران. یکی این که مسائل پایایی از نظری که ساختار اقتصادی ایران بایستی خیلی بهش توجه بشه. فقط نمیتونیم بگیم که فرض بفرمایید که نه فقط تحریم هست، سیاست‌های ندونومکاری سیاست‌ها خیلی نقش عمده تری داره. دوم با اینکه تحریم اثر داره و اثراتش ساده نیست، خیلی پیچیده است. من چند تا جبهش رو براتون توضیح دادم که باید در ذهن بعضیش ممکنه مثبت بشه برای رژیم. بنابراین به نظر من اونهایی که فکر میکنن میتونن رژیم رو تحریم عوض بکنن، فکر میکنن این اشتباه است. من بارها این الان 30 سال دارم میگم، ولی البته کسی به حرف آدم گوش نمیکنه، ولی خب عیبی نداره. به این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، نتیجتاً بایستی ما خیلی مسائل دیگه هم هست راجع به بعضیش من زیاد صحبت نکردم، حتی بعدا هم کسانی هستن صحبت میکنم بحث هم خواهد شد، بعد من در اختیارت هستم. من بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. خیلی متشکرم، امیدوارم بتونم خطا رو بخونم. اگر اجازه بدین فکر کنم به صدا بیاد. آره عیبی نداره. میپرسن نظر شما در مورد طرح یارانه چیست؟ آیا در شرایط فعلی ایران کار میکند؟ یعنی منظورش که طرح یارانه کار میکنه. من بهش فرصت نکردم. خب سوال خوبیه، برای که من فرصت نکردم توضیح بدم. از نظر علم اقتصاد یارانه دادن کار خوبی نیست، این جواب خیلی ساده. ولی خب اگر یک کشوری داشتید که به یارانه عادت کرده، مثل یه نفر است که اعتیاد داره به الکل یا مواد مخدره، برش گردن هم نیست که دفعه بگید از فردا صبح دیگه شما یارانه رو بده نمید. نجاتاً اقتصاد ایران هم این مسئله رو داشته. بنابراین چجوری این یارانه رو حذف کردن بحث‌های زیادی شده. فقط ایران نبوده که این مسئله داشته، کشورهای مثلا اروپای شرقی که بعد از اینکه از بازار به آزار آزاد پیوستن، مثل لهستان مثال خیلی عمده است، تونستن یارانه رو بردارن. معمولا دو روش درش هست. یه این است که یارانه رو با یه سیاست کلی در یک مرحله از بین میبرید، دوم اینه که مرحله مرحله این کارو میکنید. من همیشه گفتم یارانه رو نمیشه چند مرحله از بین برد، بایستی با یه مرحله انجام داد، یعنی شرایط فراهم کرد یه مرحله انجام داد. چرا؟ ایران هم دیدیم الان اگر مرحله‌ای بکنید، شما مرحله اولی که اجرا می‌کنید این مسائل ایجاد می‌کنه، تورم ایجاد می‌کنه، مسائل ناهماهنگی ایجاد می‌کنه بین تولید کننده هایی که یارانه می‌گرفتن ولی حالا بعضیشون ممکنه نگیرن، بعض از قشرها بیشتر یارانه رو بهشون تعلق می‌گیره تا قشرهای دیگه. نتیجتاً این یه قدرت سیاسی ایجاد می‌کنه که جلوگیری می‌کنه که مرحله دوم اجرا بشه. عین همین رو در ایران دیدیم، همین الانه در ایران در این مسئله هست. پس یارانه رو باید از بین برد، ولی ایران نتونسته تا حالا موفق بشه. کوششی هم که شده در از چند سال گذشته، متاسفانه به واسطه مسئله تحریم و مسئله دیگری هم که اتفاق افتاده، امکانی که یارانه بتونه آدم کاملا از ایران ببره بیرون برای چند سال عقب افتاده. به واسطه میدونید اصل اول با تورم رو کنترل کرد، اصل دوم نرخ ارز باید یکگانه باشه، اصل سوم بایستی شفافیت داشته باشه برکنار بردن یارانه، اصل چهارم بایستی تولید کننده ها رو تشویق کرد و جبران کرد اثر منفی یارانه روشون که تولیدشون رو بیشتر بکنن. هدف از یارانه از بردن که نظام اقتصادی بیشتر شفاف و کارا بشه، نه اینکه فقط به صورت توزیعی یه در رو کمک بکنیم در مقابل دیگه.
سوال دیگری این است که عواقب تحریم آیا واردات ضروری برای تولید ضرورت برای آیا واردات ضروری برای تولیدات صادراتی تأثیر منفی برای صادرات نداشتند؟ منظورش این است که خب یک مقداری کالایی که ما صادر می‌کنیم وارداتی باید بشه که اون کالا تولید بشه. پس بنابراین اون کالاهای صادراتی که منشأ زیاد وارداتی دارن نمیتونن از نرخ ارز که تغییر کرده استفاده ببرن. حرفشون درسته. پس میبینیم که کالاهایی که صادرات غیر نفتی درشون بیشتر میتونه گسترش پیدا بکنه واسه اینکه ارز تغییر کرده، بیشتر کالاهای کشاورزی هست، پسته مثلا، خوشبار، مواد غذایی و کالایی هستن که میزان تولیدات صنعتی درش کمه. فرض بکنید که کارخونه کامپوت سازی، درست که ممکنه مواد اولیه وارد بکنه ولی نسبت به کل هزینه تولید کاهش داره. حرفتون درسته. اون کالایی که مثلا خودرو که در ایران مقدار زیادش از خارج وارد میشه، این خودرو لطمه خورده. همه میدونیم که تولیدات خودرو در ایران کاهش پیدا کرده به واسطه همین مسائلی که شما میگید. یه نوع مسائل ایجاد میکنه به تبع. نمیتونید موقع که تغییر قیمت میشه در اقتصاد همه یه جور بهش دست بگیری و کار بیر بشن. مثلا همه میدونیم که قیمت ها همه به یکسان بالا نمیره. فرض کنیم موقع که ارقام کلی میاد میگیم که قیمت کالاها به طور متوسط 20% بالا رفته، یه ده میگن نه این کمه، برای که فکر میکنن بعضی کالاها که خودشون دارن بهش دست بگیرن مثلا 50% یا 100% بالا رفته. پس میتونه اقتصاد هر دو رو داشته باشه. خیلی سوال هست، من همجوری دارم نگاه میکنم ببینم کدوماشو بتونم جواب بدم. بعد گفته شده به عقد شماست سیاست انگلیس در مسئله ایران و کنترل کردن وضع ایران دخالت دارد یا نه. این سوال داجان ناپلونیه بهش میزنم. ولی خب من همیشه گفتم ما ایرانی ها خیلی علاقه داریم که همه مسائل خودمون رو برگردیم به انتقاد و دخالت از خارج. خب تا حدی درسته، برای که تاریخمون نشون میده که دخالت شده از خارج، ولی ما باید فرض بکنیم همیشه همه در کار ما دخالت میکنن، ما یه کاری بکنیم دخالتشو منفی کنیم. بنابراین اون دلیلی که دیگران در میخوان در ما دخالت بکنن دلیل نمیشه که خودمون استقلالمون و سیاست به اصطلاح فکری خودمون رو کنار بذاریم، بگیم خب چون کار اینا هست پس ما هیچ کاری نمیکنیم. پس نتیجه‌گیری می‌کنیم. من فرضم همیشه اینه که همیشه در کار من مردم دخالت می‌کنن، من یه کاری می‌کنم که زیاد نتونن رو من اثر رو. ولی من به طور کلی بود، ولی فکر نکنم انگلیس اهرمی رو ایران داشته باشه. همیشه که عرض کردم کشورهایی که با ایران رابطه اقتصادی و رابطه سیاسیشون رو از بین بردن مثل آمریکا و انگلیس را اهرمی رو ایران اون اندازه ندارن که اون انگلیسی که ما می‌شناسیم که در جنوب ایران نیرو داشت. میدونید که ایران قبل از رضا شاه واقعا ما استقلالمون بدون ارتش بود و همه میدونیم استقلال بدون ارتش استقلال نیست. در جنوب ایندیان رایفل کمپانی کنترل میکرد و در شمال هم قزاق‌ها کنترل میکردن. بنابراین این باید به رضا شاه افتخار بکنیم که تونست یه ارتشی رو ایجاد بکنه. و من در یه بحثی نوشتم اقتصاد در دوران پهلوی ایران، مثلا این سنکلوبید ایرانیکا، و گفتم که ما نگاه نمی کنیم که واقعا خیلی کمک های عمده شده و باید اونجوری فکر کنیم که ما استقلالی داریم که هر گونه دخالتی هم که در اقتصاد ما ممکنه بشه ما بتونیم باهاش جلوگیری کنیم. بس سوال دیگری هست که تصور شما این که مثل دهه 1900 به امکان این که صادرات نفت به گرایش پیدا کنه در چند شرایط امکان اقتصاد با سقر نفتی به دولت بعدی وجود دارد. من اینو بازم با من مصاحبه کردند چند نشریه به نام تجارت در ایران همین اخیراً و توضیح دادم که الان فرصت خیلی مهمی است که ایران که چون در تحت این تحریم هست و درآمد نفت ایران به طور قابل ملاحظه‌ای از نفت کاهش پیدا کرده، به بخش خصوصی فرصت داده شده بتونه فعالیت بکنه. مثلا این است که دولت همونجوری که عرض کردم، من از همین تو صحبتام صحبت دخالت دولت کردم، چون دولت دخالت های نابجا در ایران داره جلوگیری داره میکنه از کوشش های بخش خصوصی. یعنی در واقع حالا شاید مجبور بشه چون درآمد نفتی نداره دولت، شاید مجبور بشه آزادی بیشتری به بخش خصوصی بده. آیا
اونایی که در ایران زمام اقتصادی رو در دست دارن اینو متوجه میشن و در این جهت میرن رو من نمیدونم، ولی فشار روشون خواهد بود. یعنی حرفتون درسته، من فکر کنم فرصت خیلی مهمی هست که همچون که آقای اکبری هم اشاره کردن که در این شرایط ایران بتونه بیشتر به کارهای تولیدی، به خصوص تولیدی که بتونه از فناوری‌های جدید استفاده بشه، به طرف گسترش بده کنه. دانشگاه شریف دانشجوهای خیلی خوبی داره تربیت میکنه. من در رشته دانشگاهی هستم، مثلا در یو اس سی در فقط اقتصاد 7 نفر از دانشگاه شریف در مرحله خیلی بالا تقاضا دادن اینجا. خب اینا همشون در سطح بالایی دارن عمل میکنن و اینا میتونن اگر آزادی بهشون داده بشه، شرایط براشون ایجاد بشه، خیلی موفق بشن. اگر کویت و عمان بتونه در این رده بالا بیاد، من نمیدونم ایران به کجا خواهد رسید. سوال دیگری است که بذار من برگردم به پایین تر. بازم سوال بعدی بازم در مورد یارانه هست که من دیگه صحبت، آیا شرکت ملی نفت ایران تا چه حد در مورد مینتیننس چاهای نفت اکتیو هستن؟ من زیاد راجع به موضوع تولید نفت صحبت نکردم، ولی به طور ضمنی عرض کردم پیش بینی آمریکایی‌ها این بود که در واقع بتونن ایران رو فشار انقدر روش بذارن که تولید نتونه بکنه. خب ایران تولیدات نفتش در اون سطحی که باید باشه نیست، یعنی ایران شاید بتونه در دوران 90 سال دیگه، با اینکه همه میگیم نفتمون از بین میره، ولی یادتون باشه ذخایر نفتی اون چیزی نیست که فرض بفرمایید که ثابته. ذخایر نفتی ایران اولا در شمال ایران استخراجی نشده، به واسطه قرارداد کنسرسیوم و مسائلی که بوده با شمال ایران در روسیه شوروی، شمال ایران استخراج نشد. ثانیا در ایران موقعی که ما میگیم نفت ایران چقدر هست، بستگی قیمت نفت چی باشه. شما شیل اولی که همه میدونید، هر چی قیمت نفت در بازار جاری بالا میره، ذخایر نفتی هم بالا میره. برای چی؟ برای که ذخایر نفتی رو بر اساس قیمت نفت حساب میکنن. اگر قیمت نفت بره بالا، چیزی که قبلا ذخیره نبوده ذخیره میشه، مثل شیل اول. درست شد؟ پس ایران به نظر من حداقل برای 60 سال دیگه نفت داره، اگر 2 میلیون 3 میلیون باشه که در روز هم صادر کنه. بنابراین ایران میتونه از نظر مهندسی خیلی موفق باشه که بتونه گسترش بده و چای نفت خوب ازش استفاده کنه. متاسفانه بعضی چای نفت، این سوالم همین اشاره میکنه، نتونستن خوب استفاده کنن، برای که اینها تکنولوژی جدید میخواد، سکندری و ترشری ریکاوری متد، من الان فارسیش نمیدونم، که مثلا در این چای نفت بایستی گروه های گاز رو بفرستن پایین که بتونه آب بیاد بالا. اینا چیزهای فنی است، ولی به واسطه ای که سرمایه‌گذاری نشده و تکنولوژی بنزه کافی نبوده، خب عقب افتاده و لطمه خورده بعضی این چاها. ولی من فکر نکنم اونها کاملا از بین رفته شده باشن، ولی لطمه خورده بدون دلیل، بدون شک. من یه سال دیگه پس خیلی سالی آیا سال دیگه این 40 میلیون دلار اقتصاد غیر نفتی چه کالاهی است؟ مزدور صادرات غیر نفتی. صادرات غیر نفتی ایران اولا خب عمدتاً پسته و فرش و خوشبار و مواد غذایی، ولی که کالای پتروکمیکال حدود 2-3 میلیارد دلار هست این روزا. یادتون باشه صنعت پتروشیمی ها خیلی گسترش پیدا کرده. ایران بزرگترین بعد از روسیه شوروی بزرگترین مخازن گاز دنیا رو داره و هنوز ما اصلا دست به مخازن گاز نزدیم. یه مقدار از این گازها داره به طور مجانی استفاده میشه که بره پتروشیمی. بعد صنایع سبک هم هست، همونش که عرض کردم دومین وارد کننده کشور وارد کننده از ایران عراق هست. فکر میکنی این عراق چی از ایران وارد میکنه؟ همون یخچالایی که ما بهش بعد میگفتیم، یخچال چی میگن، اسبابای صنایع سبک و غیره، بعضی از تولیدات مربوط به فرض بفرمایید که پلاستیک، کفش ایران، اینا این صادرات غیر نفتی ایران است. بنابراین صادرات نفت ایران خیلی بیشتر متنوع شده تا قبلا، برای که شرایط اقلیمی فرق کرده. فرض بفرمایید ما 1000 میل مرز داریم با عراق، با افغانستان. فکرم نکنید کشورهای آسیای میانه هم خیلی به ما محتاج هستن از نظر صنایع بانکداری، از نظر توریست. ما البته ما بگیم ایران توریست نداره، ولی خیلی ارقام نگاه بکنه ایران توریستش خیلی بیشتر از قبل بوده. خب بیشتر توریست ها از آسیای میانه میاد،
مشهد میرن، شمال میان، از افغانستان، از عراق میان که صف فامیلیشون رو ببینن که قبلا وجود نداشته. یادتون نره که دوره صدام هیچ ارتباطی با عراق ما نداشته و عراق بزرگترین کشور شیعه منطقه است. خب معلوم میشه که ما بیشتر تبادل نظر پیدا خواهیم کرد و تنوع میده به اقتصاد ایران. بنابراین اقتصاد ایران میتونه خیلی متنوع تر از این چیزی که هست باد باشه و همینجور که عرض کردم بعضی از تحریم ها ممکنه با جنبه مثبت ایجاد بشه. یعنی بنابراین نمیگم که تحریم خوبه، من نمیگم خب پس بنابراین اگر ما بگیم آقا ما رو بیشتر تحریم بکنید، نه اینو نمیگم، ولی من میگم هر موقع که شرط عوض میشه باید خودتون اون تطبیق بدید. نخ زدن و زنجه کشیدن فایده نداره، دارم اینو میگم. حالا ما کار دیگرون هست، خودمون هستیم، بایستی زندگی خودمون رو خودمون درست کنیم در آخر.